بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهد منكم الشهر فليصم. در آمدن ماه رمضان، با چی ثابت می‌گردد که ماه رمضان در آمده است؟ اول با دیدن ماه، دوم با کامل شدن 30 روز ماه شعبان. سوال: در دیدن ماه کدام شرط ها ضرور است؟ اول، در دیدن ماه شخص باید عادل و دیندار باشد. دوم، در قول خود ثابت باشد. سوم، شخصی معتمد باشد. سوال: ماه نو را اول در کجا دیدن ممکن است؟ ماه نو را در صحرا و یا در بلندی های کوه دیدن ممکن است. سوال: برای دیدن ماه نو شاهدی چند نفر لازم است؟ برای دیدن ماه نو شاهدی یک نفر کفایه است. سوال: شخصی که تنها ماه نو را دید، پس بر او چی عمل واجب است؟ بر او رساندن خبر به مسلمانان واجب است. سوال: مرد ماه نو را در صحرا دید ولی دیگران شهادت او را قبول نکردند، پس این مرد می تواند تنها روزه بگیرد؟ بله، می تواند روزه بگیرد. برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند با دیدن ماه روزه بگیرید. سوال: آیا برای دیدن ماه رمضان استفاده دوربین جایز است؟ بله، برای دیدن ماه رمضان استفاده دوربین جایز است. سوال: آیا دیدن ماه نو مقدم است و یا حساب؟ دیدن ماه مقدم است از حساب. الله سبحانه و تعالی می فرماید: پس آن کس از شما که شاهد ماه رمضان باشد روزه بدارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند با دیدن ماه روزه بگیرید و با دیدن ماه افطار بکنید. سوال: آیا در آمدن و برآمدن ماه رمضان اعتماد کردن به حساب جایز است؟ و غیر از دیدن اعتماد کردن به حساب جایز نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند با دیدن ماه روزه بگیرید و با دیدن ماه افطار بکنید. سوال: آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم مقدار روزهای ماه عربی را ذکر کردند؟ بله، پیامبر صلی الله علیه و سلم مقدار روزهای ماه عربی را 29 و یا 30 روز گفتند. سوال: اگر مردم ماه نو را بعد برآمدن آفتاب فهمیده باشند، پس چیکار کنند؟ با آنها واجب است که روزه بگیرند، برای آنکه در آمدن ماه نو ثابت گردید. سوال: اگر شخص از نصف روز روزه بگیرد، آیا روزه او صحیح است؟ جمهور علما میگویند که بر او لازم است قضای آن را بدارد، برای آنکه در صبح همان روز نیت روزه گرفتن را نداشت. دوم، بعضی اهل علم میگویند قضای آن لازم نیست، برای آنکه از روی ندانستن روزه نگرفت و او معذور است. سوال: بعضی انسان ها حریص بر آنند که همراه اهل مکه روزه ماه رمضان را شروع کنند و می خواهند همه امت در این مسئله یک باشند. پس فکر شما چیست؟ در این مسئله هر دیار حکم خود را دارد. مثلا در مکه ماه را دیدند، پس چه خیل اهل تاجکستان را امر به روزه‌داری کنیم؟ و البته می دانیم که در افق آنها هلال ماه رمضان نبرآمده است. سوال: آیا در زمان گذشته اختلاف برآمدن ماه نو و یا نبرآمدن آن وجود داشت؟ بله، اختلاف وجود داشت. دلیل: حدیث کریب رضی الله عنه در صحیح مسلم. سوال: به آنهایی که در مجله و یا سامانه های خود قبل از یک ماه تقویم ماه رمضان را نشر میکنند چی بگویم؟ بهتر آن است که این عمل را ترک کنند تا سبب تفریقه بین مسلمانان نگردند. سوال: آنهایی که بیرون از دیار اصلی خود باشند، آیا می توانند با وقت دیار خود
روزه بگیرند نمی توانند. در کدام دیاری که باشند باید روزه رو همراه آنها بگیرند. سوال: آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقتی دیدن ماه نو دعای می خواندند؟ بله، در حدیث آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگاه ماه نو رو می دیدند این دعا رو می خواندند: اللهم احله علینا بالیمن والایمان والسلامه والاسلام ربی و ربک الله. بار الها این ماه را برای ما سبب برکت، ایمان، سلامتی و پیروزی اسلام بگردان. ای ماه، پروردگار من تو الله است. حدیث با روایت امام ترمذی و امام احمد. سوال: اگر شخص شنید که ماه نو برآمده است، آیا این دعا را بخواند؟ اللهم احله علینا بالیمن والایمان والسلامه والاسلام ربی و ربک الله. نه، خواندن دعای دیدن ماه نو فقط برای آنها است که ماه را با چشم خود دیده اند. سوال: حکم تبریک کردن دیگران با آمدن ماه رمضان چیست؟ جایز است، هیچ باکی ندارد و این از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. این بود موضوع درباره در آمدن ماه رمضان. الله سبحانه و تعالی عملهای صالح ماه شما را قبول بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.